تمام به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان برنامه ما در قسمت اول قطع شد و الان ما دوباره وصل شدم نمیدونم که الان صدا و تصویر مسئلهش حل شده یا حل نشده دوستان اگه صدا و تصویر دارن تایید بکنن بله بسیار خوب بله و البته یک چیزی حیف شد دیگه قسمت اول برنامه که شهرخانی زینب جان بود و شعر خوب استاد خلیلی ره درباره غزنی خواند او قسمت پرید اصلا نتونستم هم ذخیره بکنم حالا ما میتونیم کاری بکنیم که در انتهای برنامه با چند دقیقه بیایه و اون شعر در آخر برنامه این بار بخانه حال در خدمت دوستان هستیم ما در برنامه قبلی غزنی درباره تاریخ کوهن غزنی و دوره غزنویان صحبت کردیم و بعضی از مفاخر کهن غزنی بخصوص خصوص صنایع غزنوی و در این قسمت ما یک مقداری به غزنی امروز میپردازیم و می بینیم که از اون آثار و مفاخر آیا چیزی چه چی چیزهایی است و چه چی جلوه های درخشانی از فرهنگ و مدنیت در غزنی امروز هست که اتفاقا بسیار هم هست نکته ای رو عرض بکنم خدمت دوستان که بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی غزنی امروز بر جا نمانده و در مرور ایام اینها ویران شده یعنی در یک زمانی در دوره غزنویان بسیاری آثار تاریخی غزنی داشته باغها داشته قصرها داشته منتها اینها با مساله آنچنان ماندگاری ساخته نشده بوده و آنچنان کیفیتی نداشته که در طول دوران ها بتونه باقی بمانه و به همین لحاظ حتی در دوره غزنویان هم بناهایی که غزنویان ساختند، خیلی بناهای و استواری از لحاظ کیفیت ساختمانسازی نیست و به همین دلیل غالب اینا که خشتی بوده و از خشت خام هم بوده ویران شده و امروز آثار بسیاری از آثار قدیم غزنی باقی نمانده متاسفانه جز مقبره سنایی و مقبره سلطان محمود غزنوی که اونها هم تازه یعنی در همین مثلا صد سال اخیر بنا شده و جز بناهای قدیم نبوده چند تا برج هست یا چند تا منار هست که منارهای در هجزلی هست در بعضی از قسمت های غزنی اینا از دوران ها باقی مونده و اونا هم در معرض خراب شدن و ویران شدن هست متاسفانه آرامگاه های بعضی از این بزرگان ساخته شده و بعضی دیگر باسازی نشده و واقعا جای تأسف که آدم میبینه که آرامگاه کسی مثل ابو ریحان بیرونی بعد یک آرامگاه عملا مخروبه هست انگار در یک گوشه دیواری یک آرامگاهی که فکر میکنی یک آرامگاه یک این قبرایی که هست در بعضی روستاها و جاهای مختلف که حتی سنگ قبر درستی هم نداره یک تعداد سنگ روی هم گذاشتن و یک قبر ساختن مثلا به علتی که خب توانایی و بزاعت آنچنانی در همه مردم نیست دیگه قبرهایی که در روستاها در جای دور افتاده است غالبا ببینی که یک بنای بسیار محقری داره چیزی که از آرامگاه ابو خاج... ابوریحان اه... بیرونی باقی است متاسفانه اینه و جالبه که این همه آرامگاه در این سالها در افغانستان تعمیر شد اعمار شد این همه شخصیت ها و مفاخر سیاسی در این سالها فوت کردن برای اونا بناهای باشکوهی ساخته شد برای قبر اونا چنان که یکی از بجویشگران ما اخیرا گفته بود دیگه در کابل تپه باقی نمونده چون هر کدوم از این شاهان که اخیرا فوت کردن به یکی از تپه ها بردن اونا رو اونجا بر فراز تپه برای اونا آرامگاه ساختن چون آرامگاه که بر فراز تپه باشه خب بیشتر به چشم میایه و در کابل هم تپه زیاده مثلا تپه مرنجان هست تپه بیبی بی هست و اینا بعد در تپه مرنجان مثلا آرامگاه نادر محمد نادر شاه پادشاه افغانستانه در کنارش آرامگاه محمد ظاهر شاه پسر او است و بسیاری از مفاخر دیگری هم حتی شخصیت های سیاسی مثلا آرامگاه مارشال فهیم که وزیر دفاع افغانستان بود با او هم یک آرامگاه باشکوه است بالای یک تپه و بسیاری از آرامگاه های دیگر منتها به آرامگاه ابوریحان بیرونی و حتی صنایع احتمامی نشد آرامگاه صنایع هم یک ساختمان نسبتاً محقری داره و این مسائل واقعا مسائل نگران کننده برای کشور ما است و جا داره که متولیان و مسئولین امر بپردازند به اینکه خب متاسفانه جنگ های داخلی غالبا نگذاشته غزنی حتی امنیتی نداشته در این سالها که بشه به این امور پرداخت در سال 2013 از طرف مؤسسه سازمان بین المللی آیسسکو هست یا سازمان ملل هست دو چیز بخش فرهنگی سازمان ملل هست این دقیق به خاطرم نیست اینجا بود در اون مطلبی که زینب جان خواند که غزنی با عنوان بله بر بل اساس اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 شناخته شد میدانیم که هر سال یکی از شهرها رو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی میکنن یک سال مثلا اصفهان را معرفی کرده بودن چند سال پیش باز غزنی رو معرفی کردن باز مشهد را معرفی کردن هر سال این برنامه ای بود و در سال 2013 غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شد و معرفی شد و قرار شد در اون سال کارهای مهمی برای رشد و ارتقای سطح فرهنگی غزنی انجام بشه ولی عملا کار آنچنانی نشد بودجه بسیار بزرگی گرفته شد برای این موضوع از طرف کشورهای اسلامی که او هم صرف ایف و میل هایی که در افغانستان ما رایج است برای ابنیه و برای پروژه هایی که میگیرن میبینی که بخش عمده از این هزینه و پولی که برای پروژه ها گرفته میشه صرف اختلاس ها و حیف و میل ها میشه و بخش بسیار اندک او صرف خود پروژه میشه دیگه افغانستان در این فسادهای اقتصادی در این سالها متاسفانه بسیار مشهور بوده و میتونیم بگیم که در هیچ دوره فسادهای مالی در کشور ما به اندازه ای که در این 20 سال اخیر بود نبود در زمان دوران اول مجاهدین هم بود بعد از او هم بود و در این دو دوره کرزی و اشرف هم این فسادهای مالی در اوج بود و غالب دولت مردا درگیر اینها بودند و همین دلیل بسیاری از این بودجه صرف شد و ایفا میل شد و عملا حتی بعد امنیت درستی هم چون نداشتن و دولت نفوذ و سیطره بر منطقه نداشت حتی نتونست مراسم نکوداشت این غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام هست این مراسم را هم حتی نتونست در غزنی برگزار کنه بعد آوردن مراسم را در کابل در ارگ ریاست جمهوری برگزار کردند چون سرانی و مسئولین و مقاماتی از کشورهای مختلف اونجا آمده بودن برای شرکت در برنامه بعد عملا خب طبیعتا امنیت اینا برای دولت دشوار بود بعد رفت و مراسم را ناچار آمدن به کابل مراسم اصلی رو برگزار کردن این هم یه خفتی بود برای کشور ما که تو پایتخت فرنگی جهان اسلام هستی بعد نمیتونی بری و پایتخت فرنگی مراسم برگزار کنی و خب این یک موضوع تاسف بار هست ما وقتی که از مفاخر میگیم باید این موضوع موقعیت های تاسف را هم ازش نگذریم و بدانیم که اینا واقعا به صورت دردناکی وجود داشته این هم یک موضوع دیگر هست که قابل توجه هست و امیدوار هستیم که یک امنیتی در کشور حاکم بشه و مسئولین و متولیان دلسوزی حاکم بشن در امور فرهنگی کشور که بتونه این ابنیه رو این آثار تاریخی رو این کتاب ها رو این چیزایی که از اون زمانه ها برای ما مونده حفظ بکنن که متاسفانه این کار را نکردن دیگه ما میبینیم در بامیان همین گروه طالبان وقتی به حکومت رسید بزرگترین تندیس های بوداره که اصلا در جهان نظیر نداشتن به اسم این که اینا بوت هست ویران کردن بسیاری از تندیس ها و مجسمه های موزه کابل و موزه های دیگری که در افغانستان بود و اینا شکستن به خاطر که اینها بوت هست و امروز هم متاسفانه همین روند تخریب و نابودی آثار فرهنگی کشور ادامه داره و ما نگران بسیاری از این گنجینه ها و ذخایری هستیم که داره به تاراج میره خب به حال این موضوعی است که واقعا نگران کننده است که واقعا ضرورت داره که ما به این مسائل به شکل ملی و بپردازیم و اما درباره غزنی امروز از دوره غزنویان ما یک مقدار صحبت کردیم خدمت دوستان و گفتیم که در اون دوران عروس شهرهای منطقه بود غزنی پایتخت غزنویان بود و بسیار آباد و بسیار پر رونق و کانون تجمع شعرا و ادبا و دانشمندان و فضلا و اینها نه تنها کسانی از خود غزنی برخواستن مثل صنایع غزنوی بلکه دانشمندانی از جاهای دیگر هم آمدن و بعضی از ادبا و شاعرها از شهرهای دیگر از مناطق دیگر در غزنی گرد آمدن مثلا فرروخی از سیستان آمد با کاروان هله برفتم ز سیستان انصوری از بلخ بود منوچهری از دامغان بود و اینا شاعران دربار غزنویان بودند ابو ریحان بیرونی از خارزم بود و اول فضل از بیهق سبزوار بله بله تشکر دوست عزیزمون این هم مصیبتی هست واقعا که گفتن که با گفتن فلان واژه صدا قطع شد الان صدا هست بله خب این را عرض میکردم که در او زمان غزنی پایتخت گرد همایی و دانشمندان بسیار بود و یکی از تاریخدانان بزرگ یعنی بزرگترین تاریخ نویس قلم رو زبان فارسی ای از کتابش را در غزنی نوشت و به نوعی میتونیم بگیم که کتاب تاریخ بیهقی که مهمترین کتاب تاریخ در زبان فارسی هم از لحاظ کیفیت نصر یکی از آثار درجه یک هست از لحاظ والا بودن سبک نصر و شیوه نگارش که به جز گلستان سعدی فکر نمی کنم دیگه نظیری در تاریخ کلاسیک ادبیات فارسی داشته باشیم مثل تاریخ بیهقی و بعد از لحاظ تاریخ نگاری هم که ما باز یک اشارگکی به این خواهیم کرد در مورد یک شخصیت دیگر برحال در او زمان این چنین بود بعد از او گفتیم در برنامه قبل که غوری ها آمدن حمله کردن علاودین غوری آمد غزنی رو سوزاند و چند شبانه روز این شهر می به خاطر انتقام کشته شدن برادرش حالا برادرت پادشاه کشت پادشاه غزنوی کشت تو چرا شهر رو می متاسفانه این مصیبت ها همیشه بوده و غزنی در طول تاریخ بعد از او جنگ ها و ویرانی های زیادی را تجربه کرد چرا؟ به خاطر اینکه غزنی حدود 250 300 سال از زمان بعد از احمدشاه دورانی به نوعی مرز حاکمیت های محلی قندهار و کابل بوده این را عرض بکنم از لحاظ تاریخی که حکومت دورانی در قندهار تشکیل شد و بعد از اون تیمور شاه دورانی حکومت رو منتقل کرد به کابل منتها بسیاری از درانیان در قندهار رگوریشه داشتند یعنی اینا بالاخره اونجا صاحب نفوذ بودن خان و خانزاده بودن و افراد نسبتا مهم می بودن بعد هر وقت که شورش و قیامی علیه حکومت مرکزی می شد معمولا از قندهار می شد یعنی اگر کسانی می خواستن از این از علیه پادشاه در مرکز شورش بکنن معمولا می افتن از پایگاه قندهار چون در اونجا خب بالاخره قوم و قبیله داشتن اینا دیگه اقوام اینا بودن از افراد مرتبط با اینها بودن و دار بودن در قندهار دورانیا اینه که همه جنگ های داخلی معمولا بین کابل و قندهار اتفاق می افتاد یا بین هرات و کابل و قندهار چون عبدالیا در هرات هم ریشه داشتن یعنی این سه شهر سه شهری بود که تقریبا یک جورای پایتخت حکومتی بوده هرات در یک زمان قندهار در یک زمان کابل در یک زمان این بود که در همه شورش ها و جنگ های داخلی غالبا می دیدیم که یک اده میان و در از قندهار حرکت می برای گرفتن کابل و مسیر اینا تقریبا از غزنی می گذشت. یعنی غزنی می شد محل برخورد جنگ هایی که بین حکومت مرکزی کابل و حکومت مثلا قندهار بود و به این دلیل بسیاری مواقع از جنگ ها و درگیری هایی که بین این شاه ها و شاهزادها اتفاق افتاده در غزنی اتفاق افتاده این لشکر از قندار حمله کرده بعد از اون طرف لشکر از کابل آمده در غزنی اینا با هم درگیر شده چندین بار این جنگ ها در غزنی اتفاق افتاده و این بوده که غزنی به نوعی میتونیم بگیم که قانون جنگ ها بوده و جنگ طبیعتاً به ایرانی داره یکی از سپاهیان لشکرها می آمده و یک قلعه مثلا اونجا جایگزین می شده لشکر دیگه میامده قلعه رو خراب می برای که اینا رو شکست بدن مثلا و بعد میدی یک قلعه خراب شد به خاطر که یک لشکر میخواد که یک لشکر دیگه شکست بده برج و باروی یک شهر یک بار خراب میشه به خاطر که یک لشکر میخواد این شهر رو تصرف بکنه و اینه که غزنی از او بعد غالبا سرنوشت و سرگذشت دردناکی داشته و جنگ های دائمی که این جنگ های دائمی البته در افغانستان در همه جا بود در هرات هم زیاد بود منتها در غزنی هم به حال این اتفاق افتاد و اینه که الاز آثار و ابنیه و آبادانی شهر متاسفانه شهر بسیار آسیب دید و امروز هم باز با کمال تاسف که غزنی با این که در یک زمانی عروس شهرهای منطقه بوده و پایتخت حکومتی منطقه بوده عملا ما میبینیم که امروز جزء از لحاظ بزرگی شهر و از لحاظ پیشرفت شهری و امکانات شهری خب اون مقیاس قدیم رو نداره منتها از یک جهت دیگه غزنی بسیار امروز پیشرفت داشته و اون از لحاظ نیروی انسانی هست چیزی که ما الان در این برنامه میخوام یک مقداری باز به با او بپردازم یعنی دانشمندان شعرا و ادبای از امروز غزنی و از نسلی که امروز زندگی میکنن ما داریم که شاید در طول این چند صد سال در غزنی این چنین موقعیت علمی و ادبی فراهم نشده بعضی از این ادبا کم و بیش متاخرن مثلا یکی از اینها فیض محمد کاتب کتاب تاریخ نویس بسیار بزرگ معاصر افغانستان هست ما عرض کردم گفتم که در مورد تاریخ بیهقی وقتی صحبت کردم گفتم باز بر میگردیم به او میخواستم اینو می بگم که در تاریخ این منطقه ما کتابی مهمتر از تاریخ بیهقی در کتابای کلاسیک خودمان نداریم در قرون کهن و در عصر حاضر هم کتاب مرجع و مهمی که دیگه تقریبا داره به عنوان یک کتاب کلاسیک مطرح میشه و اهمیت سراج و نداریم باز سراج و تواریخ اثر چه کسی است فیض محمد کاتب یکی از علمایی که از قرباغ غزنی برخواسته و میتونه یکی از مفاخر مهم غزنی به حساب بیاره یعنی به نوعی عبالفضل بیحقی امروز غزنی است این فرد منشی بسیار توانا نویسنده بسیار دقیق تاریخ نگار بسیار منصف و دانشمند و عالم درجه تراز اول یعنی کسی که هم دانشمند بزرگی است هم نویسنده توانایی است و هم تاریخ نگار خوبی است و هم بسیار آدم منصفی است یعنی برخلاف خیلی از تاریخ نگارای دیگه که غالبا تاریخ اینا در ستایش اون شاه و نظام و حکومتی است مثلا محمود الحسینی منشی احمدشاه دورانی هم تاریخ احمدشاهی رو نوشته منتها تا تاریخ احمدشاهی غالبا به طور یک جانبه ستایش میکنه از پادشاه یعنی در واقع گزارش پادشاه هست دیگه ولی با این که فیض محمد کاتب تاریخ نگار رسمی و حکومت هست یعنی وقایع نگار رسمی و حکومت و در مورد اسم بردن از پادشاه و سردارها و اینا هم طبیعتا همو القاب و عناوین رو به کار میبره وقتی که صحبت از عبدالرحمن خان میکنه طبیعتا میگه که مثلا سراج الملت مثلا یا صحبت از عبیب الله خان که میکنه سراج الملت البته لقب عبیب خان بوده فکر میکنم این آدم تاریخ نگار رسمی زمان عبیب الله خان هست و قسمت های تار تاریخ و در زمان عبدالرحمن خان و قسمت های از تاریخ زمان عبدالرحمن خان و عبیب الله خان و بعد از اون در کتاب سراج و گردآوری کرده و نوشته کتاب بسیار قطوری است چندین جلد هست چندین جلد قطور چندین هزار صفحه میشه این تاریخ و بسیار منبع و مرجع معتبر و درجه اولی هست از وقایع افغانستان حالا جالبه که علا رغم که تاریخ نویس رسمی حکومت بوده در اوایل عمرش بسیار منصفانه سعی کرده اگر حکومت جور و جفای بر مردم انجام میده هر چیزی که اتفاق میفته به نوعی این را سعی بکنه که بیان بکنه غیر مستقیم ولو به صورتی که حالا درسته که نمیتونسته با وضوح و وضاحت بیان بکنه یک طوری به این اشاره بکنه بله دوستمون نوشتن زیاء الملت لقب عبدالرحمن خان است و سراج الملت لقب حبیب الله خان ما و دو بیت سنایی آدم آمد که قصیده ای که هفته قبل خواندیم که گفتم که این پادشاه ها غالبا القابی از این قبیل دارن حافظ بلاد الله ناصر عباد الله زیاء الملت زیع سراج الملت و امثال اینها زیاول ملت یعنی نور ملت ولی کسی که ملت رو در تاریکی فرو برد واقعا سراج الملت چراغ این ملت ولی عملا کسی که نور چندانی هم نینداخت حالا اون بیت و سنایی چی بود؟ می گفت زین یکی ناصر عباد الله خلقی تر و مرد زندگر حافظ بلاد الله جهانی تار و مار اسم این حافظ بلاد الله، ناصر عباد الله ولی مردم را بدبخت کرده اسم او حافظ بلاد الله ولی جهان را ویران کرده به هر حال فیض محمد کاتب یکی از کسانی است که واقعا از مفاخر متأخر افغانستان است معاصر به این معنی امروزین که الان در سالهای اخیر زندگی کرده باشه نه حدود 100 سال پیش زندگی میکرده ولی به هر حال از مفاخر غزنی است و ما باید واقعا قدردان این مرد بزرگ باشیم که کتاب تاریخی برای ما گذاشته که وقایعی را که در دوران تاریک عبدالرحمن خان و دوران تاریک حیب الله خان رخ داده و در اون زمان دسترسی هم کم بوده امکانات ضبط و ثبت هم کم بوده تنها چیزی که وجود داشته همین قلم و کاغذ و تاریخ بوده نه صدایی میتونسته ضبط بشه نه فیلمی میتونسته ضبط بشه نه عکسی گرفته بشه به ندرت عکاسی تازه در اواخرش میآید بعد در اون دوران این وقایع مخصوصا جنایت ها و فجایع که در اون زمان به وسیله عبدالرحمن خان اتفاق میفته این آدم در کتاب تاریخ خودش به نوعی ثبت میکنه و این بسیار مهم است و عرض کردم که غزنی از لحاظ نیروی انسانی از لحاظ دانشمند و ادیب در یک نیم قرن اخیر مخصوصا موقعیت بسیار درخشانی باز داره حالا این موقعیت به چه دلیلی هست یکی از اینا میتونه نزدیک بودن به کابل باشه طبیعتا که بعد زیار بسیاری از دانشمندان غزنی میتونستن سری به کابل در کابل زندگی کنن مرکز بوده بالاخره رشد میکردن مثلا اعظم رهنورد زریاب داستان نویس بزرگ ما اصالتا از غزنی است ولی خب پدر او در کابل زندگی میکنه و در کابل این آدم به دنیا میآیه حتی حسین فخری در کابل زندگی میکنه و بسیاری دیگر این یک موضوع میتونسته باشه موضوع دیگر مهاجرت بسیاری از مردم غزنی در زمان جنگ های داخلی در زمان بعد از کمونیست ها به کشورهای دیگر به ایران، پاکستان و کشورهای دیگر بوده و نسل قابل توجهی از ادبا، شعرا، نویسندگان و پژوهشگران از غزنی برخواستن کسانی که مهاجرت کردند و بعد با این کولباری که از دانش و آگاهی در معاجرت پیدا کردن به نوعی میتونستن که جزء مفاخر امروز غزنی بشن از ادبیات و دانش امروز غزنی که ما بعضی از اینا رو اسم خواهم برد خدمت دوستان خب طبیعتا این رو نباید انکار کرد که در مجموع مردم افغانستان مردمی هستن صاحب استعداد در قالب جاها و این جایی که موقعیت و شرایطی پیدا بشه که فرد بتونه رشد کنه سریع خودشون رو رشد میدن و میکشن بالا چونان که ما در مورد غزنی میبینیم در حدود زمانهایی که یک مقدار او استبداد سبکتر میشه و مردم میتونن نفسی بکشن در هزارجات هم اتفاق میفته و در این حال این را هم نباید فراموش کرد که ما وارث یک تاریخ به یک مدنیتی هستیم که او هم به عنوان یک ریشه ما رو حفظ میکنه ما کتابی چند سال پیش ویرایش کردم به نام علمای شیعه غزنی که فقط در بین علمای دینی تشیع در غزنی دهها یا بلکه صدها عالم و دانشمند زندگی نامه در این کتاب آمده و بعد میبینید چقدر دانشمند داره در حوزه علوم دینی شهر غزنی این کتاب را آقای علی فسیحی آقای علی فسیحی غزنوی و آقای علی مدد شریفی این دو بزرگوار تدوین کردن یک کتاب بسیار ارزشمندی است یک جلد دو جلد از این کتاب تدوین شده یک جلد یک تعداد از علما بعد یک تعداد از علمای دیگر در جلد دیگری و کتابی است که حالت تقریبا دایره المعارفی داره در مورد علمای معاصر غزنی و بعد می‌بینی که چقدر عالم و دانشمند داره غزنی که اینا البته منظورم علمای دینی است که در این کتاب آمده باست شعرا و ادبا در جاهای دیگری ما از اونها اسم خواهیم برد که از این بین خب مثلا ما میتونیم به آیت الله فیاض جاغوری اشاره بکنیم که یکی از مراجع تقلید هست و فکر میکنم که در افغانستان به ندرت کسی از لحاظ علمی و مرجعیت علمی دینی در تشیع به پایه آیت الله فیاض رسیده باشه کمتر نه که نباشه خب آیت الله محسنی آیت الله محقق ما چندین مجتهد و چندین مرجع تقلید داریم که خب یکی از اینها طبیعتاً که از غزنی است و از جاغوری است حالا جاغوری رو بعد میگم که چقدر ماشاءالله فیاض هست حالا کلمه فیاض رو در مورد آیت الله فیاض گفتیم مثلاً این شهر جاغوری فیاض هست یعنی میجوشه از او عالم و دانشمند نه تنها جاغوری بلکه دیگر جاهای غزنی هم برها ایشون یکی از مفاخر علمی غزنی میتونه به حساب بیایه یکی دیگه در حوزه علوم ادبیات و دانشگاه علی دکتر علی رضوی غزنوی یکی از استادان و ادبای مهم غزنی پژوهشگران درجه اول و کسی که کتاب نصر پارسی در افغانستان را نوشته که با عنوان سی قصه هم معروف شده بود و بعد با جلد دومی هم داشت دو جلد یکی نصر پارسی در افغانستان آثار داستان نویس های افغانستان هست که سی تا داستان از سی نویسنده را در اون جایشان گردآوری کرده و یکی دیگر باز نصر پارسی در افغانستان جلد دومش هست که این باز درباره فارسی نویسانی که در حوزه های علوم انسانی نوشتن و ادبیات و تاریخ و اینا آثاری از اونا گزینش کرده یک گزیده بسیار خوب از نمونه های نصر فارسی امروز افغانستان هست. یعنی در حوزه شعر ما چندین گزینه شعر داریم که شعر امروز افغانستان رو گردآوری کرده که اتفاقا یکی هم باز معلفش از غزنی است در حوزه نصر هم مهمترین کتابی که من تا دیدم همین کتاب نصر افغانستان هست. فکر می کنم اسمش نصر دری افغانستان باشه که جلد اولش به نام سی قصه هم معروف هست دکتر علی رزوی غزنوی و اما صحبت کردم از یکی از گزیده شعرهای خوب مهم افغانستان که گزیده از شعر امروز افغانستان هست او هم به وسیله یک دانشمند و ادیب از غزنی گردآوری شده و اون دکتر محمد سرور مولایی است. دکتر محمد سرور مولایی باز از لحاظ پژوهش‌های های ادبی در حوزه دانشگاهی در افغانستان تقریبا بیقرین و بی نظیر هست ایشون سالها از زمان دانشجویی در ایران به سر برده و سالها تنها کسی بوده که یا یکی از معدود کسانی بوده از اساتید استادان افغانستانی دانشگاه های ایران که بسیاری از دانشجویان ایران حتی در سطح مقطع دکتری فوق لیسانس و دکتری پیش ایشان درس خواندن یعنی استاد بسیاری از دکترهای ادبیات ایران هست آقای دکتر محمد سرور مولایی عضو فرهنگستان زبان ادب فارسی دارهای تحقیقات بسیار در حوزه ادبیات که یک کتاب به نام نمونه های شعر امروز افغانستان را ایشون در قبل از انقلاب در ایران چاپ کرده بود تقریبا 50 سال پیش و هنوز یکی از گزیده های خوب مربوط به شعر افغانستان در اون دوره این کتاب حساب میشه و تعلیفات بسیار دیگر مهم دیگری هم آقای دکتر مولایی داره تصحیح های مهم از جمله تصحیح کتاب تاریخ احمد شایی از جمله تصحیح بخشی از چند جلد از سراج و تواریخ فیض محمد کاتب از جمله کتابی که خاطرات عموی خودش یکی از جنرال های و نظامیان مهم افغانستان را اونجا نوشته به نام روایت و تاریخ یا چون این چیزی که خب یکی از مفاخر علمی ما در حوزه دانشگاهی و پجوهش های دانشگاهی آقای دکتر محمد سرور مولایی هست از اعظم رهنورد زریاب ذکر کردم که هرچند متولد کابل هست ولی پدرش اهل غزنی بوده مادرش فکر میکنم از شمالی بوده از مزار یا از, یا از جای دیگری از مناطق شمال افغانستان بوده به هر حال رگ و ای از غزنی همیشون داره و خب در حوزه ادبیات داستانی در افغانستان دیگه ما اگر یکی دو چهره نسبتا یعنی مطرح ترین چهره های متأخر و حتی معاصر افغانستان را اسم ببریم یکی اعظم رهنورد زریاب هست و یکی اسپوجمه زریاب که اعظم رهنورد زریاب همین پارسال بر اثر بیماری کرونا فوت کرد و یکی از کسانی بود که باز در حوزه داستان نویسی در حوزه پژوهش های ادبی و در حوزه نصر فارسی فرد کم نزیری است تنها کسانی که میتونن با او در این عرصه کمابیش رقابت بکنن در نسل خودش سپوشمه زریاب و تا حدودی اکرم و عثمان هست هرچند که خب هیچ کس باز میبینیم که از جهات جامعیتی که اعظم رهنورد زریاب داشت به ایشان نمیرسه مخصوصا که در سالهای اخیر ایشان در کابل به نوعی فرهنگستان زنده زبان و ادب فارسی افغانستان بود یعنی ما که در افغانستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی نداریم یک آدم هستند هستن که با فعالیت های ادبی خودشان انگار حفظ میکنن این ادبیات را و این فرهنگ را و این زبان فارسی را یکی از مهمترین کسانی که در حفظ مواریس و حفظ سلامت و اصالت زبان فارسی افغانستان موثر بود مرحوم اعظم رهنورد زریاب بود در حوزه ادبیات داستانی در حوزه ادبیات داستانی باز فرد دیگر حسین فخری است که ایشون هم اهل غزنی است و به نام حسین گلکوهی هم بعضی از مطالبش رو نوشته صاحب چندین مجموعه داستان و پژوهش‌ها و کتاب‌های در حوزه ادبیات و بسیار هم فعال بوده در حوزه فعالیت‌های ادبی ایشون هم از خاک پاک غزنی است صبور سیاسنگ شاعر پژوهشگر و منتقد ادبی بسیار گرانسنگ ما که فعلا در کشور کانادا به سر میبره اگر اشتباه نکنم یا امریکا یا یکی از کشورهای دیگر باز از غزنی است و فرد بسیار دراز اولی است در حوزه پژوهش های ادبی و در داستان نویسی و شعر و بعد بسیار جمع وسیع از شاعران غزنی که به نوعی میتونیم بگیم یک نهضت ادبی را ما در غزنی شاهدیم به واسطه حضور این جمع قابل توجه از شاعران دوستمون دو بار اتفاقا پرسیدن ببخشید غفلت کردم بار اول پاسخ بدم که آی دکتر سلطان اهل کدام ولایت افغانستان هستن اطلاع دقیق ندارم دوست عزیز و نمیدانم باید بررسی کنم آی دکتر سلطان حمید و سلطان استاد افغانستانی دانشگاه ایران که ایشون هم در دانشگاه بین‌المللی، امام خمینی قزوین سالها تدریس میکردن و امروز باز در یکی از کشورهای خارجی هستن دوستمون نوشتن قنبرلی تابش بله دقیقا ما داریم به همین گروه از افراد میرسیم یعنی جمع قابل توجهی از شاعرای امروز افغانستان که واقعا در حوزه شعر در این سالها میتونیم بگیم غزنی اصلا میداندار بوده به شکل عجیبی کتابی محمد حسین فیاض که خودش هم از غزنی است از لومان اگر اشتباه نکنم نه از مالستان محمد حسین فیاز از مالستان هست یک کتابی گردآوری کرده به نام شعر امروز غزنی و در این کتاب حدود 80 شاعر امروز از شاعران غزنی رو گردآوری کرده آثارشون رو منتشر کرده و گزیدههایی و زندگی نامه مختصر از این شاعران و این اشتاد شاعر بعضی هاشون از بهترین های شعر امروز افغانستان هستن یعنی از کسانی هستن که دیگه در تراز اول شعر ما حساب میشن یکی از این دوستان که امروز ما بسیار دوست داشتم که مهمان برنامه ما می بود و ازشون درخواست هم کردم و اظهار آمادگی هم کرد و حالا شاید گرفتاری و مشغله برای گیر آمد... اتفاق افتاد خیلی دوست داشتم در این برنامه باشه و امیدوار هستم که ازی به بعد حالا حضور پیدا بکنه سید رضا محمدی است دوستان ایرانی به خصوص خیلی ها سید رضا محمدی رو میشناسن یعنی یک کسی است که شاید در ایران به اندازه افغانستان شناخته شده است به خصوص در بین جوانترها و هم نسلان خودش در بین نسل بعد از ما مثلا دیگه نسلی که الان مثلا حدود 40 سال 45 سال و اینا دارن یک دهه ای از ما جوانتر هستند از شاعران کم نظیر هست سید رضا محمدی و در بین همطور که ارز کردم در جامعه ایرانی بسیار محبوب هست چند سال پیش دو سه سال پیش کتاب سید رضا محمدی در جشنواره بین المللی شعر فجر مقام اول را به دست آورد یعنی در ایران و افغانستان کتاب سید رضا محمدی اول شد در این جشنواره و این یک افتخاری است برای شعر ما که یک کتاب از شاعر افغانستان در ایران حائز رتبه جشنواره شعر فجر میشه که رسمی ترین جشنواره شعر مملکت هست و شاید از جهاتی وسیع ترین چون همه کتاب هایی که در یک سال در حوزه شعر در ایران منتشر شدن در این جشنواره در داوری دخالت داده میشن و از بین اینا انتخاب میشه یعنی جزو بهترین کتاب هایی بود که در اون سال در ایران منتشر شد کتاب سید رضا محمدی محمد شریف سعیدی یک شاعر بسیار توانا جزو یکی از شاید بگیم دیگه جزو ده نفر بهترین شاعران امروز کشور باز از غزنی است از جاغوری است جالبه سید رضا محمدی از ناهور غزنی است و, و محمد محسن سعیدی هم از ناهور هست ناهور باز تعداد شاعر داره که از جمله محسن سعیدی است و سید رضا محمدی سید زکریا راحل راهل, راهل موسوی او هم بگمان از ناهور غزنی باشه محمد شریف سیدی از جاغوری است سید نادر احمدی از جاغوری غزنی است قنبرلی تابش از جاغوری غزنی است حالا این که من میگم از کجای غزنی است به این معنی نیست که ما این شخص رو محدود میسازیم به اون منطقه بلکه میخوایم نقش اون شهرستان یا ولسوالی چندان بزرگی مثل جاغوری رو میخوایم نشان بدیم در ادبیات ما که یک منطقه یک که در افغانستان دیگه به اساس این اصطلاحات تحمیلی که از زبان پشتو تحمیل شده ما با این ولسوالی میگیم و در ایران معادل شهرستان میشه جاغوری یک ولسوالی هست یا شهرستان هست در غزنی مرکز ولایت غزنی یا استان غزنی میشه شهر غزنی بعد چند تا شهرستان داره از جمله جاغوری از جمله مثلا مالستان از جمله قرباخ و اینها حالا این جاغوری به اندازه یک ولایت شاعر داره دو دانشمند داره نه تنها جاغوری جاهای دیگه هم منتها باز ما میبینیم که چند نفر چهره برجسته ما از جاغوری داریم و من دیگه به صورت به سرعت اسم میبرم از شاعرایی که ما داریم در این حوزه و آدمهای مطرحی هستن قنبر علی تابش رو اسم بردم سید نادر احمدی که فعلا در استرالیا هست سید رزا رو که گفتم شکریه عرفانی از بانوان شاعر در او کتاب شعر غزنی چند نفر از بانوان شاعر از غزنی هم هستن از جمله خوب خانم شکریه عرفانی هست خانم زینب بیات و صفیه بیات خواهران بیات هستند در اونجا به عنوان شاعران غزنی محسن سعیدی ها زینب جان اینجا نوشت که استاد محمد مهدی میرزایی هم از جاغوری بله بله ما به طور ویژه به ایشان اشاره خواهیم کرد و در ضمن این رو عرض بکنم که او قسمت اول لایف که شما اون شعر خاندی پرید میشه بیایی و اون شعر رو در آخر برنامه بخوانی که حداقل در برنامه که ذخیره میکنیم ثبت بشه تا حدود 5 6 دقیقه دیگه مثلا برنامه رو ما ختم بکنیم بعد بیاییم اون شعر رو هم در آخر دوباره بخونیم چون اون قسمتی که پرید دیگه ضبط نشد و ایفه که ما در برنامه برنامه‌مون قسمتی ضبط نشده باقی بمانه آقای ناصر نادر از دوستان شاعری هست که اتفاقا شعر محلی خیلی خوب میگه یک کتابی داره به نام الان اسم کتابش بخاطر... از خاطرم رفت هم. یعنی الان ممینی در این پیامام کلی آدم اینجا ذکر میشه که من در خاطرم نبوده محمود جعفری سید زکریا راهل محسن سعیدی عاصف جوادی و حفیظ شریعتی سهر که هم شاعر هم پژوهشگر هست شوکت محمدی شاری کسی که هم شاعر هست و هم پژوهش‌های بسیاری در حوزه زبانی داره و درباره زبان فارسی در مناطق هزارجات بسیار ایشون تحقیق کرده و کار بسیار ارزشمندی کرده آقای شوکت محمدی شاری بر بلگ گنگو مجموعه شعری از آقای محمد ناصر نادر که اتفاقا این کتاب رو من خودم سفارایی کردم یعنی ویرایش به سفارایی این کتاب با خودم بوده ترجلش هم ویجان عباسی کار کرد به نام بلگ گنگو که این گنگو یک گیاه خاصی در اون منطقه است کتاب آقای ناصر نادر دو های خیلی خوب محلی میگه و این جالبه حمید و مبشر شاعر بسیار خوب دیگر ما خود محمد حسین فیاض که هم شاعر هم در حوزه های پژوهشی کار کرده و آقای حضرت وحریز باز شاعر دیگر از غزنی حالا ما میخوام به این بپردازم به این موضوع مهم بپردازم که چطور میشه یک دفعی یک جمعیت قابل توجهی از شاعر و ادیب از یک منطقه از یک شهر افغانستان برمیخیزن به خاطر چی به خاطر اینکه یک مدتی فقط مجال پیدا میکنن نفس بکشن همه این شاعران عمده این شاعران مردمی هستند که از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی و از لحاظ زبانی سالها در تحت استبداد بودن. یعنی این حاکمیت های تبعیزگرای افغانستان غالبا مجال هر گونه رشد استعدادها را در مناطق مختلف می گرفتن و تمام موقعیت ها در اختیار یک عده خاصی بود ها من اینجا یک توقف بکنم چون به این موضوع میخوام بپردازم صحبت ختم بکنم به بعضی از بزرگوارهای دیگه هم اشاره بکنم اینجا هم اشاره شده آقای محمد ابراهیم شریعتی ناشر کتاب که در حوزه نشر کتاب بسیار فعال بوده در این سالها ایشان هم از غزنی است و فکر میکنم باز از جاغوری هم باشه و استاد محمد مهدی مرزایی که این خوشنویسی که ما امروز در این پستی که مربوط به این مطلب گذاشتم از, جناب محمد مهدی میرزایی هست است استاد خوشنویس تراز اول افغانستان که فعلا در تهران ساکن است و خانم شکیلای عالمی تذهیب کار بسیار مطرح و برجسته و هنرمند که اینها یک زوج هنرمند هم هستند یعنی خانم عالمی و آقای میرزایی همسر هم دیگر هستند اینها این تابلوی که در این پست امروز هم که نوشته خیز و بیا ملک سنایی ببین اثر این دوستان است و اینها به ما فرستادن و آقای میرزایی یک وعده ای هم به ما دادن که گفتن ما تابلوهای مربوط به شهرهای مختلف افغانستان دارم درباره بامیان هم متن دارم که خوش کردم درباره بلخ هم دارم درباره جای دیگه هم دارم قرار شد برای هر شهری که ما بپردازیم بازیشون یک تابلو هم به ما به نووی هدیه بدن که ما در اینجا خدمت دوستان منتشر بکنیم و خب این هم یک کار بسیار ارزشمند و هنری است و هدیه ارزشمند این زوج هنرمند ممکن است بسیاری از ادبا دانشمندان دیگر هم باشند که هستند بله نوشتن استاد علی بابا آورنگ خوشنویس بسیار تراز اول ما دوستمون از اسامی شاعرانی گفتم که کتابشون چاپ نشده در قرن 19 و سرده شدن مثل محمد شریف خان پیلوت و بسیار کسان دیگر اصلا همونطور که عرض کردم واقعا یک مرکز جوشنده از استعداد و توانایی بوده غزنی نه تنها غزنی بلکه در سالهای اخیر کل این منطقه ای که به نوعی میتونیم ما این را منطقه غرب جنوب غرب و مرکز افغانستان بدانیم و هزارجات افغانستان و غزنی که در کنار هم هستند و البته شماری از مردم افغانستان هم مردم غزنی هم از قوم هزاره هستند شماری هم از اقوام دیگر هستن میبینیم که بسیار رشد عجیبی داشتن به بامیان هم که بریم میبینیم خیلی از شاعران امروز ما ادبای ما دانشمندان ما از بامیان هستن اروزگان همچنان چرا بامیان و اروزگان و غزنی در این سالها اینقدر دانشمند اینقدر شاعر اینقدر ادیب تولید کرده که شاید در دویست سال پیش سابقه نداشته ما در مثلا صد دویست سال پیش شاعر برجسته از بین مردم مناطق مرکزی هزارجاد از قوم هزاره از مردم غزنی از مردم مزار در از بین اقلیت قومی و مذهبی حساب میشن و متاسفانه تعبیر دقیقی هم نیست این اقلیت چرا نداشتیم؟ غالبش به خاطر استبداد و حکومتی بود که وجود داشت و نمیگذاشت که رشد اتفاق بیفته بسیاری از مردم از مناطق از اقوام و ملل و زبانهایی که در افغانستان تحت ستم بودن از قوم هزاره از قوم تاجیک از مردم زبان فارسی و اینها از یک مزارج حکومتی بالاتر اصلا اجازه نداشتند که رشد بکنن در نظام آ... نظام علمی کشور در نظام نظام نظامی سازمان نظامی از یک ستوی از ارتش بالاتر نمیتونست کسی رشد بکنه یعنی طرف نمیتونست جنرال بشه در حالی که هزاره هست نمیتونست طرف مثلا رئیس دانشگاه بشه در حالی که هزاره باشه باید اون فرد یا پشتون میبود یا بالاخره انتصاب به خاندان شاهی میداشت یا به نوعی بالاخره خان و خانزاده می بود دیگه قوم ما بس ما روی قوم تنها نیست بس روی این, این, تبعیزی هست که در افغانستان وجود داشته در عرصه های مختلف قوم، زبان، مذهب و اینا حالا در زمانی که اون استبداد حکومتی مرکز میشکنه حکومت زایرشا نابود میشه حکومت داود خان که به نوعی باز او هم یک پادشاهی است دیگه یک جمهوری شاهانه است اون هم کیه؟ باز پسرمون یا اون پادشاهی که حکومت میکنه او هم که نابود میشه حکومت کمونیستا میایه سلطه مر... قدرت مرکزی روی مناطق مختلف کم میشه و اینه که از اینجا استعدادها مجال بروز پیدا میکنن مخصوصا خیلی هایی که میرن خارج از کشور و اونجا دیگه موقعیت پیدا میکنن شاید خیلی از شاعران ما که اسم بردم از اونها اگر همچنان در جاغوری زندگی میکردن در لومان زندگی میکردند، در ناهور زندگی میکردن در مالستان زندگی میکردن این امکان رشد به اونا نبود که مثلا آمدن و در کابل در مثلا تهران در مشهد بالاخره ارتباطات ادبی پیدا شد سید رضا محمدی کسی که در تمام مجامعه ایرانی رفت نشست و برخواست داشت و این طبیعتا اثر گذاشت روی رشد این آدم بعد اینا خیلی هاشون برگشتن به داخل و در داخل مشغول خدمت شدن مثل محمود جعفری مثل های راهل موسوی و دیگران که در کابل کار میکنن میخواستم اینو که این سلطه استبداد که یک مقدار شکست طبیعتا مجال استعداد ها مجال پیدا کرد برای بروز پس معلوم میشه این استعداد بسیار وجود داره فقط مانع وجود داشته در برابر او و عجیب نیست اگر این همه شاعر و ادیب و دانشمند از یک منطقه از افغانستان بر میخیزن. بلکه عجیب اینه که بر نخیزن یعنی عجیب در زمانی است که ما نداشته باشیم این که سالها این چنین بود متاسفانه خب ما همچنانی که عرض کردم این لایو ما قسمت اول که زینب جان شعر استاد خلیلالله خلیلی رو برای غزنی خاند متاسفانه زبط پرید ضبط نشد و حالا برای اینکه ما میخوایم که این برنامه ها کامل زبط بشه خواستم که دوباره ایشان بیای و این شعر رو بخونه بنده هم صحبت کوتاه بکنم درباره غزنی صحبت های متنوع دیگری هم شاید بشه داشت منتها باز در برنامه های دیگر شاید به اینا باز اشاره بکنیم اگر چیزی به خاطر بیه یک نکته فقط بگم در مورد تعبیر غزنیچی چی هست یا غزنوی که بسیار وقتا ما میشنویم که مردم اهل غزنی به عنوان غزنیچی چی شناخته میشن و گاهی برای ما تعجب می داره که این به چی معنا چرا غزنیچی چی میگن و گاهی حتی شاید تصور بکنیم که این نوعی تحقیر هست ولی واقعیت امر اینه که این یکی از نوع انواع نسبت یا نسبت در زبان فارسی است که بعضی از کلماتی که یا با اونا خوب جور نمیشه یک حرف به او اضافه میشه مثلا ما کلمه رئی داریم کسی که از رئی بوده نمیگفتن رئی نمیشده خب نمیشه ادا کرد کسی که از رئی بوده نمیگفتن رازی اینکه میگن های رازی یعنی از رئی بوده کسی که از ساوه بوده باز نمیگفتن ساوهی ای خوب برابر نمیامده این می میگفتن ساوجی مثل سلمان ساوجی حالا کسی که از غزنی هم هست راحت نمیشه گفت غزنی اینه که این شخص گفته میشه غزنیجی و این غزنیجی مثل سلمان ساوجی از این جنس هست و این رایج بوده در زبان حالا این غزنیجی به صورت غزنیچی هم به کار رفته بعضی ها البته در قدیم به صورت غزنوی هم میگفتن غزنوی و غزنیجی یا غزنیچی یعنی شخص اهل غزنی و حالا یک غزنوی اینجا میایه برای شما شعر استاد خلیل الله در غزنی رو میخونه استاد خلیل الله خلیلی رو بله شروع برنامه غزنی هم با شما بود خرق میشونم بله سید رزا بله محمدی متاسفانه دیگه مایسر نشد و من پیام هم به ایشان دادم شاید گرفتار شده و مرتب مایسر نشده حالا دیگه اگر برنامه دیگه ایشون آمادگی داشت حتما دعوتش میکنیم که شعر بخونه حالا این برنامه نشد برنامه دیگه. بله ان خب سلام مجدد خدمت دوستای عزیز قصیده استاد خلیل الله خلیلی در وصف غزنره ما مجددا خدمت شما میخوانم در اول برنامه قرائت شد ولی خب پرید و رفت ان در آخر برنامه ذخیره شد و برنامه کامل باشه شبست و چرخ فرو هشت نیلگون رخسار ز تیرگی و سیاهی و قیرگون زنگار چنان به خواب فرو رفته دیده اختر که صد سحر نشود چشم خفتش بیدار در این سیاهی شب طرف منظری دارد در این سیاهی شب طرف منظری دارد سواد دا اعظم غزنی ز روزه تا به منار در این محیط ندانم چه تاز افسونی دمید اهرمن شب ز جاودان در کار هنوز می دمد از خاک غزن خون شهید به جای لاله گلگون به دامن کهسار الا تو مهد دلیران و کشور شیران قرارگاه بزرگان و خانه ابرار الا تو محبت علم و محیط فضل و هنر الا تو قبه اسلام و قبله احرار الا فرشته و مادر بهشت قرین علا که دامن آورد شیر مردان بار با آب و خاک تو پرورده روزگار کهن سران باج ستان و شهان تاج گذار تو غزنه نیستی ای مادر عزیز دگر نمیکنم کنم به تو من نام غزنه را تکرار تو شهر آتش و خونی تو مهد علم و فنون تو یادگار قرونی زگردش ادوار تو مظهر حسناتی تو مایه برکات تو سرنوشت حیاتی و نو عروس دیار تو مهد عظمت شرقی اگرچه هست امروز شباهت تو به تابوت مردگان بسیار با یک تجلی نور تو خیره شد تا حشر زیای بتکد آیین مغ فروغ بهار به پیش بیرق گلگون تو به خاک فتاد لوای دولت سامان و پرچم صفار زمین قدس تو پهنای آسمان باشد در روز مردم بخرت سوابت و سیار کدام پیکر قدسی به خاک پاک تو خفت که بوی عشق برون آید از در و دیوار با فضل و دانش بلفت تا جهان باشد زمانه باز دبیری دیگر نیارد بار به محضر تو شرفنامه کیان را مر نمود شاعر توسی با معجز گفتار دل سنایی تو ترف جرف دریایی است که نه کرا نپدیده است مرو را دریخ چرخ کهن سال در جوانی کرد خجست قامت سروت به خاک و خون هموار دوباره کرد فلک خانه سنایی را زگیر و دار حوادث به خاکدان هموار ایا نسیم سحر حامل پیام وفا ایا که نکتت تارد ز دوستان تسکار به یاد عهد نشاط و جوانی غزنه به یاد خرمی و تازگی این گلزار ز, ز خون دیده ببر جای رشته یاقوت ز اشک چشم ببر جای لؤلؤ شهوار بر کجا که شهیدی بود با تربت آن دو دست لاله خونین به یادگار گذار بسیار عالی و تشکر من یک دوست دار نکته دارم بله که بله بله شکر بله 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 شکر از دوستای عزیز کشیدن و... امشب پرچم غزنی بالای و دوستا های تشویق میکنن بله. میگن همشهری همشهری میگن و خلاصه بسیار عالی زنده باد غزنوی ها یا غزنیجی ها یا خیلی غزنیجی ها بسیار عالی شکر ممنون, ممنون از دوست عزیز میری جان سایر سایر همراهان خود ما تشکر من دوست تا نکته یادآوری بکنم خب دیگه زیاد وقت دوستان رو نخواهم گرفت دوستان هم موضوع رو بگم یکی این که دوستان در اول برنامه هم اشاره کردند امروز یکی از شاعران بزرگ افغانستان استاد برات علی فدایی هیروی درگذشت. و ایشون به نوعی شیخ و شعرهای افغانستان بود و کسی بود که حدود هفتاد سال در شعر افغانستان کار کرده بود به خصوص در هرات بیشتر مطرح بود و باید ما یاد ایشون گرامی بداریم من مفصل به ایشون نپرداختم به خاطری که انشالله اگر ما فردا شب برنامه بعض شعر بهارستان داشته باشیم که این را میخواستم بگم که نوبت برنامه شعر بهارستان فردا شب هست انشاءالله که این برنامه داشته باشیم اونجا باز چون بحث شعر هست با استاد فدایی هروی خواهیم پرداخت و از شعرهای ایشان هم نمونه خواهیم خواند این یک موضوع موضوع دیگر این که بعضی دوستان علاقمند بودن یا احیانا این برنامه را یا این را عرض بکنم که نه برنامه از این سلسله برنامه های ما در یوتیوب بارگزاری شد به صورت تصویری فیلم اینا به صورت تصویری در یوتیوب در کانالی که ما خودم دارم منتشر شده و دوستان میتونن برنامه های قبلی رو ببینن در یوتیوب هست و یک علتی هم که من میخواستم که این شعر زینب الان دوباره خوانده بشه و ذخیره بشه زب بشه شعر استاد خلیلی همین بود که این برنامه رو وقتی ما در اونجا بارگذاری میکنیم دیگه کامل باشه ناقص نبوده باشه و موضوع دیگر این که متن صوتی این جلسات در کانال تلگرامی ما منتشر شده سایت ما هم قرار است یک مقدار اصلاحات و بازسازی به کار داره اون هم میگم یکی یک از دوستا گفتم برنامه بعدی چی خواهد بود چشم سایت ما هم یک مقدار بازسازی و اصلاح به کار داره در دست تعمیر هست به قولی و طراح سایت ما اتفاقا اینجا بود خانم منصوره خلیلی خدا کنه که باشه به ایشون هم میگم که انشالله این سایت زودتر اصلاحات و تعمیرات رو انجام بده که بعد ما ده تا برنامه انشالله صوت دهتار با هم در سایت هم بگذاریم برای دوستانی که تلگرام ممکنه نداشته باشن ولی در کانال تلگرامی ما هم هشت تا از این برنامه فعلا صوت او گذاشته شده مسئله دیگر هست من خیلی سریع عرض بکنم مسئله دیگری که هست اینه که بعضی از دوستان بعضی از این برنامه های کشور خورشید رو در یوتیوب یا در بعضی سایت های دیگر بارگذاری کردن و منتشر کردن و بعضی ها اجازه گرفتن از ما که این کار رو بکنیم یا یعنی با کمال احترام جناب هنرور عزیز و بعضی دوستان دیگر من همی الان خاطر همه رو جمع بکنم که انتشار این برنامه ها در همه جای فضای مجازی و اینترنت و اینها کاملا آزاد و در اختیار دوستان است یعنی هر کس از دوستان در هر فضایی چه به صورت صوتی چه به صورت تصویری در سایتی چایتای شخصی یا هر جا این مطالب رو منتشر میکنه ما من کمال آزادی برای انتشار ای را بیان کردم یعنی اختیار و آزادی دارن فقط یک نکته بسیار مهم هست اینه که دوستانی که احیانا اگر برنامه رو منتشر میکنن صورت کامل او برنامه را منتشر بکنن و بخشی از برنامه به صورت تقطیع شده منتشر نشه به خاطر اینکه در بخشی از برنامه ممکن آدم چیزی بگه صحبت بکنه که بعد در بخش دیگه بخواد نقض بکنه یا رد بکنه یا عبارت رو قسمت دیگه از اون بپردازه بعد او قسمت تختی شده و بارش خورده وقتی منتشر بشه ممکنه ذهنیت آفرین بشه آدم بعضی وقتا ممکنه که از یک کسی ستایشی بکنه بعد هم باز بیای نقدی بکنه بعد او قسمت ستایش رو تو منتشر کنی نقد رو منتشر نکنی یا برعکس خب این یک مقدار بیانصافی میشه به خاطر دوستانی که منتشر میکنن مطالب رو به صورت کامل اگه منتشر بکنن بدون هیچ اجازه گرفتنی کاملا مختارن چون ما میخوایم که هرچی که مقدور هست این کار یک کار فرهنگی است هیچ استفاده مادی هم برای ما نداره و جنبه اقتصادی نداره به هیچ شکلی دوست دارم که فقط و فقط اینا در اختیار همه اهالی قلم رو زبان فارسی قرار بگیره چه دوستان ایرانی چه دوستان هموطن خود ما اینم موضوع بعدی یکی از دوستان گفتن برنامه بعدی چه خواهد بود به احتمال قوی ما دیگه همین غزنی را از این طرف سیر میکنیم به طرف هزارجات یعنی ولایت هایی که عمدتا هزارجات شناخته میشن بامیان با و اورزگان و دایکندی و اینها رو این مناطق مناطق هزارجات رو به تعبیری ان پر خواهیم پرداخت چون از لحاظ تاریخی هم به مقطعی رسیدیم که جنگ ها و اون فجایعی که از طرف حکومت عبدالرحمن خان در هزارجات اتفاق افتاد ما چون به حکومت الله تاریخی هم رسیدیم به حکومت عبدالرحمن خان اینا با هم جوره میخوام که وقتی بحث تاریخی عبدالرحمن خان رو اشاره میکنم باز به منطقه هزارجات بپردازیم و آثار تاریخی و مفاخر و بناها و دیدنی ها و باز بسیار چیزهایی که در منطقه بسیار قلب افغانستان هزارجات نهفته هست انشالله به امید خدا فردا شب برنامه بعد شعر بهارستان خواهیم داشت در همین ساعت ده تا یازده گفتنی دیگری فکر میکنم دیگه باقی نماند خداحافظی بکنم از همه دوستان تا برنامه بعد خداحافظ همه دوستان باشه